اینجا همون جایی که شروع میکنه و ادعا میکنه که ویروس دستسازه. یعنی از این بخش کتاب شروع میشه به ادعای این که ویروس دستسازه و خودشون اینو ساختن که به ما بگن این ویروس در واقع دستسازه. در مورد کرونا ویروس ها صحبت کرده بچه ببخشید که بخورم من، گفته در واقع مشخصاتشون چیه و اینجاش جالبه. گفته عرضی میکنه که در این ویروس گفته یه سری جهش پیدا میکنه و معمولا قبلا در واقع سرماخوردگی خفیف به وجود میآورده کروناها، نمیگه کدوم از اون 42 هزار تا، نمیگه کدومشون سرماخوردگی خفیف به وجود میآورده، میگه سرماخوردگی خفیف به وجود میآوردن. مثلا سوی 2018 بیماری خفیفی در حد سرماخوردگی داشته، اما سوی 2020 که سارس گفتو نیست خوانده میشه بعد قدرت سرد و بیماریزای بیشتری داره و مشخص نیست که سوی 2021 و 2022 نیست خطرشون کمتر بشه یا بیشتر بشه. بچه ها نگاه کنید اینجا القا میکنه شما تا سال 2018 بتا کرونا ویروس ها علامتشون در حد یه سرماخوردگی بوده و کار بیشتری هم نمیتونستن انجام بده. بریم یه چیزی با هم نگاه کنیم. این یه مقاله است که پاندمی های قبلی رو بررسی کرده، جورنال آف اتومیونیتی. خیلی چیز خاصی آزمایش نیست که بخوام در واقع چیز عجیب غریبی بریم، فقط میخوام بهتون بگم که قبلا چی کار کرده. بچه این سارس در واقع ویروس یکی از 42 هزار تایی که گفتم خدمتتون، سال 2003 که خودش هم دو بار قبلا اعلام کرده بود، نمیدونم چرا الان میگه فقط یه سرماخوردگی تا سال 2018 میدادن. سال 2003 یه پاندمی داشته که احتمالا خیلی از شما هم اسمشو شنیده بودین، میگفتن سارس سارس، تو این فیلم پایتخت هم گفتن رفته سارس گرفته مرده، اسمشو شنیده بودن. که این پاندمی که توی دنیا ایجاد شده در واقع توی 32 تا کشور بوده، 8422 نفر شناسایی شدن و 11% کشندگی این ویروس گزارش شده. سرماخوردگی خفیف 11% کشنده، یعنی از هر 100 نفر 10 تا یا 11 تا فوت می‌کردن. توی چین هم کشندگی 6.5% گزارش شده. این سرماخوردگی خفیفی که آقا اشاره می‌کنه. در حالت عادی این ویروس‌ها نمی‌تونن میزبان دیگه جز میزبان اصلی خود رو آلوده کنن. در کل این حرف درسته، ویروس‌ها تخصصی عمل می‌کنن اما نه همیشه. در واقع یه سری کراس اسپیسز هست که میتونن دو تا میزبان رو یا چند تا میزبان رو آلوده کنند. یعنی این حرف همیشه درست نیست، چون معمولا گیرنده ویروسی که محل اتصال ویروس به اجزای سلول میزبان میباشد تنها در میزبان اصلی موجود است. الان شطور ایستو رو داره، خفاش هم داره، انسان هم داره، واسه همینه که مرس میتونه هر سه رو آلوده کنه. پس همچین چیزی نیست که هر میزبانی فقط یه، میتونه بگی یک دسته مثلا پستانداران یک رس در واقع گیرنده رو دارن و بنابراین احتمالش این که مثلا توی اونهای بیماری باشه بیشتر، یا فلان دسته یا خانواده از موجودات ممکنه مثلا فلان گیرنده رو داشته باشن و احتمال بیماری تو اونها بیشتره. اون میتونه بگی فقط میزبان اختصاصی دونه همه ویروس ها، یعنی مثلا فقط این ویروس انسان رو آلوده میکنه. مثلا HIV هم میتونه در بدن انسان باشه هم در بدن میمون خاصی، اما عوارضش فرق میکنه. یعنی یکی از میزبان ها رو آلوده میکنه بعد در واقع به مرگ منجر میشه، اما توی میزبان دیگه فقط ناقله. مثلا ویروس کرونا که بیشتر در پرندگان، اینجاش بچه ها خیلی باحاله، من اینجا رو میذارم یه دور رو میخونم واسه ببینم متوجه میشین، یعنی اون چیزی که من متوجه شدم میخوام ببینم متوجه میشین. مثلا ویروس کرونا که بیشتر در پرندگان ایجاد بیماری تنفسی می‌کرده، مثلا خفاش، در برخورد با کرونا ویروسی که در پستانداران بیماری‌زایی می‌کرده مثلا شتر، برخی از قطعات ژنی را تبادل کرده و به این ترتیب ویروس توانی آلوده کردن میزبان دیگری را نیز کسب کرده است. نوشته که مثلا کرونا که بیشتر در پرندگان ایجاد بیماری تنفسی می‌کرده، مثالی که از پرندگان آورده خفاش بوده. فکر می‌کنه که خفاش، دمت گرم دوست من، نوشته فکر می‌کنه خفاش چون که پرواز میکنه جز پرندگانه. همین یک مورد کافیه که بدونید در واقع مؤلف و ویراستار کتاب، از لحاظ علمی نمیدونم قضاوت کنم، اما واقعا در این مورد چقدر ضعیف بوده. یعنی ویراستاری که کرده نفهمیده که خفاش جز پرندگان نیست و اون کسی هم که این کتابو نوشته نمیدونه خفاش جز پستاندارانه. یعنی همچین ایراد سخیفی همچین در واقع اینجا مرتکب شده. عرضی نیست، بریم سراغ مورد بعدی. و
بعدش گفته از اونجا که گیرنده های ویروسی در پستاندار ممکن است به هم شبیه باشن، پس از میزبان و واسطه این عفونت به انسان منتقل میگرده. همونطور که پیشتر در این اتفاق در خاورمیانه اتفاق افتاد و توی دورگی بتا کرونا ویروس ها از ابتدا از خفاش به شتر ها و سپس به انسان ها منتقل کرده و مورد ایراد در واقع بیماری مرس شد. در نتیجه تعداد افراد زیادی هم جان خودشون رو از دست دادن. مرس رو خوب خود من خودم دارم روش کار میکنم، خیلی مشخصه در واقع جریان چی بوده، اما خب هیچ ربطی به اون چیزی که ایشون نداره میگفته نداره. یه اشتباهی که در واقع اینجا مرتکب شده صفحه در واقع 153 هم گفته ادامهش تکرار میکنه. حتی جن عارف بانک با کرونا ویروس خفاشی دقت کنید متفاوت بوده، بازم گفته که مثلا یه سری مقایسه ها انجام داده که گفته مثلا آر بی ام اینها رسپتور بایندینگ موتیفشون از نظر شباهت تبادل ژنتیکی به جنهای کرونا ویروس شباهت بیشتری داره. نتیجه گیری که خودش کرده اینه که مثلا میتونه یه قطعه از این ویروس بره به یه قطعه از اون ویروس متصل بشه، مثلا قطعات مثلا دارم میگم ویروس کرونای خفاشی بره با پنگولین جابجا شه. پنگولین رو بچا عکسش رو میارم، حالا پانگولین اینجا نشه فرقی هم زیاد نمیکنه، یکی از پساندار است. اینا میتونن با هم مثلا میکس بشن، یه بازارایی انجام بدن و این گیرنده‌ای که به وجود میارن بتونه مثلا در واقع گیرنده جدیدی باشه که به در واقع ویروس به سلول‌های انسانی متصل بشه و بیمار کنه انسان رو. بچه یه نکته‌ای که وجود داره اینجاست که این بنده خدا فکر می‌کنه مثلا نوشته بد کرونا ویروس توی اون در واقع مشخصاتش، فکر می‌کنه به این علت که فقط این ویروس میتونه خفاش رو آلوده کنه، مثلا همین اسمش گذاشتن بد کرونا ویروس. این اسمی که میذارن به خاطر اون موجودی یا ارگانیسمیه که اون در واقع ویروس ازش اولین بار جدا سازی شده، نه اینکه فقط اون ارگانیسم رو میتونه در واقع بیمار کنه. الان گفتم اون 42000 تا همچین داستانی دارن، هر کدومشون از یه ارگانیسم جدا شده. هیچ کس هم نرفته مثلا این ویروس رو بده به انسان ببینه که این ویروس انسان رو آلوده میکنه یا بیماریزایی داره یا نه. یه سری آزمایش انجام شده اما خیلی محدود. پس این اشتباه اولی که میکنه تو تحلیلات و روی این ادامه میده تو این تحلیل‌ها و جلو میره. و نکته دومی که گفته اینه که در واقع مثلا حتما باید مثلا یه بازاره‌ای انجام بشه و به خاطر اون بازاره‌ای که اون ویروس میتونه اون قابلیت رو کسب کنه. بچه ها اینم در واقع مقداری اشتباهه. چرا؟ خفاش ایستو داره، انسان ایستو داره، یه مقدار تفاوت دارن. چند تا جهش ژنتیکی هم میتونه این اتفاق رو رقم بزنه و در واقع اون ویروسی که قبلا خفاش رو آلوده میکرد و بیماریزایی ایجاد میکرد برای انسان هم بیماریزایی ایجاد کنه. این نکته اول. زیاد خیلی به بازارایی یا در واقع همچین چیزی نیاز نداره. بعد نکته دوم اینه که نکته دومی که در این مورد هست من یاد داشتم و در واقع گم کردم. نکته دوم این که هست اینه که قبلا این اتفاق توی طبیعت افتاده، یعنی اینجوری نبوده که اولین باری باشه که سویه‌ای که مثلا خفاش رو آلوده میکنه بتونه انسان رو آلوده کنه. 2003 این اتفاق افتاده، بازم تاکید میکنم 2003 یه پاندمی در واقع سارس کوف داشتیم. چرا اون وقت کسی نگفت این ساخته شده است؟ به یه علت خیلی روشن، بخاطر اینکه اون وقت در واقع این شبکه‌های اجتماعی این مدلی که الان هست وجود نداشت، این افراد معروف نمیتونستن بشن با این ادعایی که در واقع خیلی منحصر به فرد و شاذ هستن. اما الان خیلی راحت شما میتونید همچین ادعایی بکنید، کلیک بخوره، لایک بخوره، معروف بشید، 100,000 تا فالوور بگیرید و اینجور داستانا. و یه نفرم که میاد ساعت‌ها بعد وقت بذاره تا اون ادعای شما رو رد کنه. و اینم از این مورد دومش. یه چیز دیگه هم که بچه بهتون بگم اینه که فکر نکنید لزوماً هر ویروسی که تونست به در واقع سلول انسانی وارد بشه قادر سلول انسانی رو بیمار کنه. ورود به سلول یکی از فاکتورهاییه که در واقع یک ویروس میتونه یک انسان رو بیمار کنه. شما فاکتورهای زیادی دارین، خیلی فاکتورهایی که در واقع تو این موضوع هست دخیلن زیادن. یکیش اینه که اصلا در واقع ویروس میتونه سیستم ایمنی شما رو از کار بندازه. یه سری ویروس ها یه سری راه ها دارن، یه سری در واقع پتوی ها رو مهار میکنن، ساپرس میکنن و سیستم ایمنی شما اصلا نمیتونه ریاکشن نشون بده به اون ویروس و برای همین اونا میتونن شما رو در واقع بیمار کنن. پس این نیست که حتما جهش در یک رسپتور یا جهش در یک اسپایک بتونه این ویروس رو مستعد کنه که بتونه شما رو بیمار کنه. فاکتورهای
خیلی بیشتر از این نیازه. پس این که میگن این اسپایک شد در واقع تغییر دادن، این تونست انسان رو بیمار کنه، یه ادعایی هست در حد همون پاپکورن و نمیدونم جورنال های درجه چندم و در واقع جورنال که کسی اینا رو چاپ نمی کنه، همینه که خودشون در واقع واسه خودشون در واقع می سازن. بچه من این رو بگم، اینم خیلی باحاله و بچه بریم یه استراحت 5 دقیقه داشته باشیم برگردیم. نشته حالا داره ثابت میکنه که خودشون اینو ساختن توی آزمایشگاه، آیا این در واقع کسی از این رخداد غافلگیر شده و در واقع چنین ترکیب ویروسی که قاعده کردن خاطر به بیمار کردن انسان میشد توسط انسان تولید نشده، یعنی نخستین ظهور آن تصادفی و محصول بازاری ژنی بوده در خفاش و پنگولین و فلان. اینجا اومده یه تحقیقی آورده، نوشته 4 سال پیش از شروع کرونا، یعنی مثلا حدود 2015 اینا، نمیدونم دقیقا حالا 4 سال پیش از کی منظورش بود، چون کرونا تو چین که شروع شد که پاندمی شد الان اینم جای بحث 2019 2020، اما فرض کنیم 4 سال پیش از شروع کرونا در یک طرح تحقیقاتی چند محقق برای یک موضوع تحقیقات میکردن. مثلا میگم ویراستاریش خوب نبودن این مشکل تحقیقات میکردن چیه؟ که آیا ممکن است کرونا ویروس خفاشی بتواند به گیرنده های ایس توی انسانی متصل شده و در انسان بیماری ایجاد کنند؟ احتمالا این محققایی که داشتن این کارو میکردن مثل این آقا بلد نبودن برن چک کنن ببینن 2003 این اتفاق افتاده و تونسته انسان رو بیمار کنه و ویروس سارس پاندمی داشته 2003، اون ویروس شناسا اون وقت اینو نمیدونستن، میخوام ببینن اولین بار این اتفاق میفته یا نه. ادامه میدیم. میکرو شناسا در این تحقیقات با استفاده از روش‌های پیشرفته مهندسی ژنتیکی، تبادل و بازاری قطعات ژنتیکی، بیان در واقع کرونا ویروس خفاشی و پنگولینی. ببینید بچه‌ها چی نوشته، نوشته که اینا یه سری روش در واقع انجام دادن، روش‌های پیشرفته. بچه‌ها من یاد داشتم و گم نکنم، ببخشید اینجا. آره، مثل این فیلم‌های هالیوودی نوشته. و یه سری کارا کردن، یه ویروس جدید ساختن و از موش آزمایشگاهی به عنوان یک پستاندار میزبان استفاده نمودن، یعنی ویروس رو، ویروس که از خفاش گرفته شده و ویروس پنگولینی و اینا رو میکس کردن با روش های خفن ژنتیکی و یه در واقع ویروس جدیدی ساختن و زدن به موش. موش چرا به موش گفتید؟ به خاطر اینکه مثل انسان مقدار زیادی از گیرنده های ایت2 رو بر سطح سلول خودش داره. نتیجه آزمایش بسیار تکان دهنده بود. حتی اینجوری که ایشون نوشته، ویروس جدیدی که از این روش حاصل شده بود موجب بروز درگیری‌های ریوی شدید در موش شده. ویروس جدید موجب درگیری شدید ریوی در موش شده و تعداد زیادی از آنها را از پای درآورده بود. ویروس حاصل قدرت سرایت بسیار بالاتری از کرونا ویروس‌های خفاشی داشته. دقیقاً مشابه کرونا ویروسی که 4 سال بعد ظهور می‌کنه. من نمی‌دونم، بازم نوشته کشندگی بیشتر، سرایت بیشتر، می‌گیم پاندمی سال 2003 اتفاق افتاده، تموم شده. چرا میگی اولین بار سال 2019 بوده؟ و در واقع اون پاندمی هم که اتفاق افتاد بازم از چین بود، اولین بار از چین بود همین اتفاق افتاد و در واقع از چین شروع شد به جای دیگه هم رفت. فقط این داستانا نبود، اون وقت میگم شبکه‌های اجتماعی نبود که کسی بخواد از این در واقع گمانی زنی های بدون پایه بکنه. چارلز واسه قدرت اتصال به گیرنده ایس در اونها بسیار بالاتر از بتا کرونا ویروس های سابق در پستاندار میشه، یعنی طبق این استاد آقا این ویروس جدید باید بتونه مرگبارتر از ویروس قبلی باشه. در واقع گفتم که سارس، در واقع پاندمی سارس 2003 11% کشندگی داشته تو دنیا، تو چین 6.5%، الان 2%، 2.5%، و این آقا میگه که این قوی تر از اونه. حالا چیز خودشه دیگه، تحلیل خودشه، من نمیدونم 11 بیشتره یا 2.5، خودش میدونه. محققین مذکور نه تنها نتیجه تحقیقات خود را در ژورنال‌های معتبر به چاپ می‌رسانند، بلکه بسیار نگران و وحشت‌زده امکان ظهور ویروسی شبیه سارس از جمعیت خفاش‌ها را هشدار می‌دهند. حالا گفته این آزمایشگاه کجا بوده؟ ووهان چین بوده. محققین چه ملیتی داشتن؟ آمریکایی و چینی بودن و گفتن که اینا مثلا مربوط بودن سازمان بهداشت جهانی و اینجور صحبت ها. این عنوان اون مقاله‌ای که رفرنس داده، شماره 1 عنوان مقاله که رفرنس داده. بچه من این رو بگم، بریم یه استراحت کنیم برگردیم، اینو بگم خیلی باحاله، خیلی باحاله. فقط من اول یه تغییری بدم تو صفحه که شما بتونید بهتر ببینید، من خودم اینجا بیام پایین که شما مقاله رو بتونید ببینید. در مورد کراس اسپیسیز که در واقع گونه هایی هستن که میتونن در واقع چندین گونه رو همزمان، یعنی هم خفاش آلوده کنه هم انسان و هم مثلا شتر، یعنی از اینجور صحبت ها رو مثلا دو سه تا مقاله میذارم اونجا بخونید. اما
مقاله‌ای که این آقا اشاره کرده. یکی از معدود بارهایی که از ژورنال‌های خوب استفاده کرده، نیچر مدیسین، یک مولا درزش نمیره و خیلی هم خوب بوده. بچه عنوان بخونید: SARS like cluster of فلان به همان کرونا ویروس، بد کرونا ویروس شو potential for human emergence. SARS like cluster of فلان مثلا بد کرونا ویروس شو potential و و و و بگذاریم. خواستم نشوندم همون مقاله است. اول که گفته توی این آزمایش، بچه ها اول گفته توی این آزمایش ویروس کرونای خفاشی رو با پنگولینی قاطی کردن، کراس در واقع ریاکشن انجام دادن و اتفاقی که افتاده ویروس جدیدی ساختن. من یه سرچ بزنم اول بتونم نشونم پنگولین چیه. اینم هی میگم پنگولین، بدونید چیه پنگولین. بچه این اون پنگولینی هست که میگه، نمیدونم مشخص یا نه، این مدلیه. عکسش اگه میخواید ببینید، اگه اومده باشه رو صفحه من، این پنگولینی یکی از پستاندارانه. خب به هر حال توی اون سمت چین و اون آسیای جنوب شرقی، مگه اینجا ببینید جنگلاش رو بیشتر یافت شده. این من کلمه پنگولین رو کپی میکنم میبرم اینجا توی این مقاله سرچ میکنم، ببینید چه اروری واسه من میاره. میگه اصلا پنگولین توی این مقاله نیست. یعنی آقا یک بار این مقاله رو نخونده، اصلا ببینه این مقاله چی کار کرده. من نمیدونم از کجا این دیتا رو برداشت کرده که گفته خفاش رو با پنگولین قاطی کردن همچین چیزی به وجود اومده. این یه برداشت شخصی، یه چیز توهمی بوده، یعنی همچین چیزی اتفاق نیفتاده. مقاله رو میخونم بهتون بگم که اصلا همچین اتفاق افتاده یا نیفتاده، یعنی کل خود مقاله چی بوده. من هایلایتش کردم، این هم واسهتون میذارم روی در واقع کانال که خودتون بخونید. اولا که یه دونه دانشمند سوئد در واقع سوئیسی هم توش بوده، میگه فقط از آمریکا و چین بودن، نه توی زوریخ هم در واقع یه بخشی از این کار انجام شده که سوئیسه. بگذاریم، خلاصه آزمایش اینجا نشده: therefore to examine the emergence potential, that is the potential to infect humans, of circulating bad coughs, we built a chimera virus encoding novel zoonotic cough spike protein from, از یه سویه یو گفته، sequence that was isolated from Chinese horseshoes bat. یعنی گفته یه سویه یو در واقع که از خفاش نعل اسبی جدا کرده بودیم، ازش یه کایمرایی ساختیم با یه کرونا ویروسی که قبلا در واقع موش رو آلوده میکرد، یعنی خودش قادر بوده موش رو آلوده کنه، اون کرونا ویروس از سارس کووی که قادر بوده موش رو در واقع آلوده کنه. میخواستم اینن کایمرا اینا چطور عمل میکنه. بچه کایمرا اگه بخوام سادهتون بگم چیه، یه بخشی حالا میتونه از ژن باشه یا میتونه بخشی از پروتئین باشه، در دو صورت این یک کلمه عمومی استفاده میشه. فکر کنید مثلا دو تا پروتئین دارید، نصف اینو برمی‌دارید میزنید به اون یکی، نصف اونو برمی‌دارید میزنید به این یکی. پروتئین اولیه بخشی از دومی داره و دومی بخشی از اولیه، یا سیکانس اولی یعنی اولی بخشی از در واقع سیکانس دومی داره و دومی هم بخشی از اولی، مثل پراید وانت دیگه. ببینید عقبش وانت، جلوش مثلا پراید، اما این شخصیت اون در واقع بکبونش پرایده، اون در واقع ستون فقرات اون ماشین پرایده، موتورش پراید، اما میدونید تو اون تیکه وانت هم روش اضافه کردن. Using this approach we characterize COVID infection mediated by فلان spike protein in primary، اسمشو بچه دیگه من نمیخوام، اسمش SHC-14 in primary human airways cells، یعنی روی سلول آزمایش کردم و توی این ویو هم روی موش آزمایش کردم که ببینم چه تغییری داده. اصلا پنگولین در کار نبوده فعلا و میخواستم ببینم که اون ایمیونوتراپی که انجام میدن، یعنی آنتیبادی که قبلا واسه سویای قبلی ساخته شده بوده، مونوکلونال ها که اونا در واقع خونسا کنن اون ویروس، ببینم کار میکنه یا کار نمیکنه. من اینجا رو آبی کردم واسه تون، گفته این به بعد اسم در واقع این سوی کایمری رو میذاریم SHC-14 خط خاصه MA1، یعنی این سوی کایمرای خطرناک هولناک اسمش SHC-14 MA15 و بقیه آزمایش ها رو گفته بشه. حالا گفته چیکار کنیم؟ چند تا عامل رو بررسی کردن. مثلا میخواستم اینه که در واقع وقتی این موش ها با این ویروس آلوده شدن، چند درصدش مثلا چقدر وزنشون کم شده، یه اتفاقی که میبینید توی بیماری کرونا ویروس میفته و وزنشون کم میشه،
اینجا تو جدول آقا این عکس آزمایش ها سمت چپ میبینید که در واقع اون چی بهش میگن زیرنویس عکس ها هست، نوشته سارس کوف MA15 که همون در واقع سارس کوف اورجینال موش بوده، رنگ نمودارش سیاهه، این سوی جدید MHC014 MA15 در واقع رنگ گرافش سبزه. اینجا اگه دقت کنید این نمودار کاهش وزنشونه و بقیه چیزاشون، حالا تو اینجا تو 48 ساعته اما کاهش وزن رو توی 7 روز نشون داده. بچه ها اگه دقت کنید کاهش وزن برای در واقع نمودار سیاه توی این عکس روز 4 داره و برای نمودار سبز این ویروس کایمرایی ساخته شده که داده شده به موش‌ها تا روز 7 داره. میدید چرا تا روز 4 داره در واقع دیتا برای موشایی که وزنشون در واقع با ویروس اورجینال موش آلوده شدن؟ به خاطر اینکه روز 4 ویروس اصلیه موشا رو کشته، اصلا نرسیده به روز 7 که بخواد دیتا ازش بگیره، اما ویروسی که کایمرا ساختن اصلا اون کشندگی نداشته که بخواد در واقع موشا رو بکشه، یعنی تا روز 7 موشا زنده موندن و در واقع کاهش وزنشون رو محاسبه کردن. این نکته اول. این در واقع بخش دومی بوده که انجام دادن توی آزمایش، بازم برید چکش کنید. گفتن آنتیبادی قبلی رو که واسه سارسکوف اورجینال یا همون در واقع مشکیه، نمودار مشکی بوده، ما آنتیبادی ها رو زدیم به اون سبزه که ببینیم میتونه در واقع نوترالایز کنه، اون درصد نوترالایزیشن هرچی نمودار بالاتر بره یعنی بهتر تونسته خونسا کنه اون در واقع ویروس کرونا رو، یا نوترالایز کنه یا خونسا کنه اون ویروس کرونا رو با آنتیبادی هایی که استفاده شده. 4 مدل آنتیبادی استفاده کرد، میبینید که هر 4 رو ویروس اورجینال یا قبلی اثرشن، چون که اصلا خب برای اون ساخته شده. اما اون خطری که بررسی کردن اینجا این بوده که این آنتیبادی هایی که داریم ما مونوکلونال نمیتونن ویروس جدید رو به خوبی خونسا کنن. 4 میتونسته 50% خونساش کنه، گفته خب بد نیست، اما میتونیم فکر کنیم در مورد واکسن یا چیزی بهتری، یا درمان بهتری، یا آنتیبادی برای درمان بهتری، یا داروی بهتری. من این بخشی که آبی کردم بخونید بعدا، خیلی جالبه، همش در واقع میگه که خیلی هم اتفاق خاصی نیفتاده. اینجا هم در واقع بچه ها اگه برید توی ساپلمنتری این مقاله بخشی داره به عنوان داده های اضافه، سکانس این ویروسیه که در واقع کایمرا ساختن هست. نکته اینجاست که بقیه دانشمندا بلد نیستن برن سکانس رو بردارن الاین کنن با این سل در واقع سویه جدید و ببینن این همون سویه کایمرا هست یا نه، چون این آقا در ادامه میگه این همون ویروسه بوده، الان پخشش کردن و در واقع مردم رو بیمار کردن و به قول معروف داستان چجوری بوده. حالا نتیجه گیری مقاله جالبه، گفته در واقع ادامه ما مشاهده کردیم که بیماریزایی که در واقع اون سوی اصلی انجام داده کمتر بوده، در واقع بیشتر بوده ببخشید، از سویهی که در واقع ما ساختیم، یعنی اون سوی کایمرا بیماریزایش کمتر بود از سوی اصلی. بازم در ادامه در مورد اتصال صحبت کرده به گیرنده های ACE2 و گفته که حالا درسته خیلی در واقع نتونسته بیماریزایی اتفاق بیفته و علت این که خیلی نتونسته اتفاق بیفته بیماریزایی، و در واقع انتظارش این بود، یعنی فکر میکردن که حالا مثلا اگر ما یه اسپای که بهتر بدیم به این ویروسه، این ویروسه میتونه بیشتر بیماریزای ایجاد کنه یا بیشتر بکشه از اون در واقع موش ها، اما گفتن اتفاق نیفتاده. علتش هم این میتونه باشه که تنها در واقع ورود ویروس به سلول یا اتصال اسپایک به رسپتور نمیتونه دلیل بیمار کردن یک در واقع هاست توسط ویروس باشه. این نتیجه گیری رو من سبز اینجا واسهتون هایلایت کردم. و یه نکته دیگه هم که گفتن، خب به هر حال گفتن که درمان هایی که الان داریم خیلی خوب نتونست اون سوی جدید رو مهار کنه، ما باید تو فکر این باشیم که واسه این ویروس ها که قابلیت این رو دارن که احتمالا با چند جهش یا با تغییراتی انسان رو آلوده کنن، در واقع اگر اومدن ما درمانی داشته باشیم در موردشون. این کلیت این مقاله بوده، نه پنگولین داشته، نگفته ویروس جدید خفن‌تر و کشنده‌تره، نگفته قدرت سرایتش بیشتر، هیچ کدوم از این نتیجه گیری ها رو نداشته. من این برداشتی که این آقا نوشته نمیدونم از کجا آورده. این هم منبع بعدی بود که واسهتون بررسی کردم. بچه ادامه خیلی اینو تکرار میکنه،
تحقیقات دیگری خط بودران رو بر پدیده چهارم فریب یعنی افسانه خفاش پنگولین کشیده و تکلیف را در واقع تکلیف زمان ظهور رو یکسره می‌کنه. ویروس کرونا خفاشی قادر بود در 2012 یعنی 7 سال قبل اردوم رو آلوده کنه. هی من باید برگردم ببینم بو اولیش 2003 بوده، تو چرا بر نمیگی به 2003؟ خودت بالا گفتی اولین پاندمی 2003 بوده، چرا میگی اولین بار 2012؟ اولین بار یه وقت دیگه، اولین بار 2003 بوده. اگه حرفی داری اول و در مورد اون بزنی. یه چیزی دیگه هم گفته که یه چیز خنده‌داری، حالا هر کسی این خونه قدیمی داره توی شهرستان میاد، گفته که ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در سنوات گذشته در شهاب و آسانه سراسر کشور عده‌ای با ادعای وجود جیوه در مدفوع و محل زندگی خفاش اقدام به خریداری مدفوع خفاشه با قیمت گزاف کرده و نظرسنجی‌هایی که در شبکه اجتماعی به عمل آوردیم متوجه شدیم افراد بسیاری در شهرهای مختلف شاهد این موضوع بودند و گروهی ناشناس با وعده‌های وسوسه کننده آنها را به جستجوی خفاشه و فروش مدفوع آنها تشویق که مشخصی انگیزه احتمالی چه چیزی بوده. احتمالاً دنبال ویروس بودن توی ایران و از ایران ویروس رو ببرن چین یا همچین چیزی. تو با این موضوع با همگیری کرونا مربوط میشود یا خیر؟ بچا اینو بهتون بگم، فقط بدونید من باب دانستن خودتون. توی خونه‌های قدیمی، خیلی قدیم، حالا شهرهایی که بافتشون قدیمی‌تره، یه سری در واقع خونه‌های قدیمی هست که من یه خونه در واقع خونه قدیمی مربوط به پدربزرگ پدرم هست و همچنان خونه سرپاس هم خب ساکن نده. توی این خونه ها خفاش میده در واقع زندگی میکنه، بخاطر اون حالتی که دارن، شهر هم گرمه، جنوب کشوره و گرمه و بولمر اونجا سایه خیلی خنکیه واسه خفاش ها و یه سری در واقع سرداب هم داره که اونجا هم خفاش ها میتونن زندگی کنن و خیلی خنکتر از حالت عادیه اونجا در واقع زندگی میکنن و خب به هر حال طبق پروسه طبیعی طبیعت مدفوع هم دارن. این مدفوع یه کود بسیار خوب واسه کشاورزی. شما اگه برید از کشاورزا بپرسین خیلی در واقع علاقمند به خرید این مدل کود حیوانی واسه محصولاتشون هم. نمیدونم چرا اینو متوجه نشده، یا تحقیق درست نکرده و یا اینکه اصلا نمیخواسته بگه. پس برای برخلاف ادعای سازمان جهانی، ما با یک ویروس جدید و نوظهور که طبیعت اون رو پس در سال 2019 از خفاش و پنگوئن به آورده سر کار نداشته و این وجود و وجود این ویروس با اسناد و شواهد محکمی در سال در 7 تا 4 سال قبل مسئول به سابقه بوده. باز هم بهش میگه بابا سال 2003 این ویروس اولین بار انسان رو آلوده کرد و پاندمی ایجاد کرد، تو چرا اصرار داری بگی 4 تا 7 سال قبل؟ کی همچین چیزی گفته؟ 2003 رو چرا بررسی نمی‌کنی؟ چرا نیوردی تو کتابت مفصل در موردش صحبت کنی، در مورد اون پاندمی صحبت کنی؟ اون وقتی که اصلا همچین داستانی وجود نداشته. چگونه میشه در دنیای ارتباطات امروز که هر یافته علمی و هر اکتشافی ولو جزئی در پایگاه عظیم اطلاعات زینسی ثبت میگرده، چنین موضوعی از چشم مسئولان این سازمان دور مانده و اخباری خلاف واقع و نوعا خنده آور در خصوص جهش جدید ویروس منتشر نماید. تنها حرف خنده داری که من شنیدم حرف متاسفانه شما بود توی این کتاب که ادعا میکنین ویروس از 7 تا 4 سال قبل موجود بوده. دو تا سه تا مقاله من میذارم توی کانال وایسکی کامل در مورد پاندمی های 2003 صحبت کردن. حتی این دو تا سه تایی که حالا من سرچ اولیه زدم و واقعا بالا واسهتون جدا کردم، اگر سرچ کنید چند صد مقاله در این مورد هست و همه این رو میدونستن. فکر کنم تنها کسی که نمیدونه 2003 این اتفاق افتاده و حجمش چجوری بوده و کشندگیش چجوری بوده نویسنده این کتاب بوده.